ما الان میدونیم اسرائیل و ایران نفوذ داره، اونقدر که میاد هر عملیاتی میخواد انجام بده در محرمانه ترین امنیتی ترین مکان های ایران بمب میبره، میدوزه، میره بازجویی میکنه تو ایران، میبره میاره، واسه هر کاری بخواد میکنه. ما میدونیم بر اساس اطلاعات منتشره که روسیه هم در ایران بازیگره، روسیه هم در ایران نفوذ سطح بالا داره. خب منظورم چیه؟ منظورم این هستش که نقطه مرگ خامنه ای اتفاقا زمینه ساز میتونه باشه برای بازیگری سرویس های اطلاعاتی یا که یا در واقع ابزارهای نفوذ کشورهای دیگه. این چرا مهمه؟ به این خاطر که موقعی که ما راجع به مسائل جامعه جهانی صحبت میکنیم که جامعه جهانی بعد از مرگ خامنه ای چه خواهد کرد، یادمون نره مثلا بعد از مرگ خامنه ای اگر اسرائیل با استفاده از نفوذش بتونه کسی رو به رهبری برسونه که منافعش تامین شه، یا روسیه بتونه کسی رو به رهبری برسونه که منافعش تامین بشه، جور دیگه ای بازی خواهد کرد تا نتونه. برای من فکر کنم بعد از مرگ خامنه ای اتفاقا یه بازی جدید باز خواهیم گشت به سال 57. ببین سال 57 هم ما شاهد یک عالمه با بازی سرویس های اطلاعاتی بودیم. روس ها اومدن، چپ ها اومدن، سفارت آمریکا رو گرفتن، نمیدونم غربی ها اومدن بازی های دیگه کردن. مرگ خامنه ای دوباره ممکنه ایران رو برگردونه، تبدیل کنه به صحنه رقابت دستگاه های امنیتی اطلاعاتی غربی.